عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى زوار قبر الحسين وعلى الباكين على مصائب الحسين. فرا رسیدن ماه محرم الحرام را که ماه عزای امام حسین است، به شما خوبان، به شما بزرگواران، به شما شیعیان، به شما عزاداران ابو عبدالله حسین تسلیت عرض میکنم. Datangnya bulan Muharram, bulan yang disebut sebagai bulan Azza Imam Hussein, bulan kita para pengikut Al-Hussein mengekspresikan dukanya pada Al-Hussein alaihi salam, kami ucapkan selamat pada ikhwan dan akhwat sekalian untuk kembali mengekspresikan duka atas musibah Al-Hussein dan mengingat kembali apa yang telah dialami oleh Al-Imam Abu Abdullah Hussein alaihi salam. وقتی پرچم عزای امام حسین در یک جایی زده میشه، اون مکان شریف میشه، دعا در اون مکان مستجاب میشه. اینجا عزاخانه امام حسین است. شما میبینید در و دیوار اینجا سیاه پوش شده، پرچم به علامت عزای حضرت ابا عبدالله حسین اینجا زده شده. دعا در اون جایی که علامت عزای امام حسین نصب بشه مستجاب میشه. و شما در یه چنین مکانی شرکت کردید، میبینم همه شما لباستون عوض شده، لباس سیاه و لباس تیره به تن کردید. کاملا پیداست ادبی که یک انسان محب و یک انسان دوست نسبت به حبیب خودش و نسبت به دوست خودش باید رعایت کند، رعایت میکنید. از راه‌های دور و نزدیک در این مجلس شرکت کردید و شرکت خواهید کرد، یقین بدانید این زحمات شما بدون اجر نخواهد بود و انشاءالله مورد لطف خاص و مورد عنایت خاص حضرت ابا عبدالله حسین در دنیا و در آخرت قرار می‌گیرید. در tempat di mana umbul-umbul kesedihan ditancapkan، bendera-bendera hitam ditancapkan، maka yakinilah bahwa tempat tersebut adalah tempat yang Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan. Apalagi mereka yang berdoa adalah para pencinta Al-Husain, para pengikut Al-Husain yang dari baju-baju mereka pun tampak bahwa mereka telah mengubah warna bajunya menjadi warna hitam dan gelap dalam rangka mengekspresikan duka dan kesedihannya pada Al-Husain. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala, yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan segala upaya yang kita lakukan, segala langkah yang kita langkahkan, baik jauh ataupun dekat, semuanya akan dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inayah, perhatian dan bimbingan khusus Al-Imam Al-Husain alaihi salam akan tertuju kepada kita semua. خونه‌های خودتون رو هم با همین علامت انشاءالله مزین کنید. کردید، من فقط دارم پیشنهاد میکنم، میدونم شما این کار کردید، من دارم وظیفه خودم رو انجام میدم. این ادبی که از شما ما میبینیم قطعا اینجور هست که شما به سردر منازل خودتون،
به مغازه ها و محل کار خودتون یک علامت سیاهی به علامت عزای حضرت ابا عبدالله حسین زدید و میزنید و این کار رو بکنید انشاءالله با این کارها ما خودمون رو نزدیک بکنیم به کسی که همه آدم افتخار این دارد که خدمتگزار حضرت ابا عبدالله حسین باشد و اون شخصیتی که اگر همه انبیا هم در روز عاشورا بودند جان خودشان را قربان امام حسین می کردند. اگر پیغمبر ما نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم اگر اون بزرگوار هم در روز عاشورا بود، اگر ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین اونها در روز عاشورا بودند، جان خودشون رو قربان امام حسین می‌کردند. شما در زیارت ناحیه که صادره از جانب حضرت ولی عصر ارواح نافدا هست ببینید اون بزرگوار می‌فرماید جد بزرگوارم حسین عزیز، اگر من نبودم در کربلا یاریت کنم در عزای تو خون گریه می‌کنم، گریه می‌کنم اگر اشک چشمم تمام بشود در عزای تو خون گریه می‌کنم. یعنی اگر من در کربلا بودم، اگر من در عاشورا بودم، جانم را فدای تو می کردم. حسین شخصیت استثنایی همه کائنات است. حسین شخصیت ممتاز و برجسته عالم آفرینش و عالم خلق است که توضیح خواهم داد. خواندن خواهد سکلیان pada hari-hari seperti ini kita pun juga selayaknya memasangkan kain-kain hitam, umbul-umbul hitam kesedihan di rumah-rumah kita, di tempat-tempat kita bekerja, di toko ataupun di kantor-kantor kita. Saya yakin ikhwan dan akhwat sekalian sebagai pencinta Al-Husain telah melakukan hal itu. Kewajiban saya hanya mengingatkan saja bahwa ini adalah bulan Muharram, bulan duka Al-Husain, bulan duka para pencinta Al-Husain. Maka saya ingatkan, pasanglah bendera-bendera hitam, kain-kain hitam di rumah-rumah kita sebagai ekspresi duka kita kepada manusia termulia, manusia pribadi yang dipilih oleh Allah, Al-Husain alaihi salam, manusia yang dengan wafatnya adalah sebuah fenomena besar di dalam sejarah yang sangat mahal, yang kalau para nabi sekalipun hadir di hari Asyura di padang Karbala, maka mereka pun semua akan mengorbankan jiwanya demi Al-Husain, agar kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup pada tanggal 10 Muharram, maka pasti Rasulullah pun akan mengorbankan jiwanya demi darah suci Al-Husain alaihi salam. Bahkan kita baca di dalam ziarah yang diajarkan oleh Al-Imamul Mahdi Al-Muntazhar Ajallahu Farajahu Syarif yang dikenal dengan nama Ziarah Nahiyah Al-Muqaddasah, beliau mengatakan bahwa wahai kakekku, andaikan aku hadir di padang Karbala, maka aku akan mengorbankan jiwaku dan saat ini akan aku tangisi engkau dengan tangisan yang luar biasa tak ada hentinya. Kalaupun air mata telah terhenti, maka aku pun akan menangisimu dengan tangisan darah. Itulah yang dilakukan oleh imam kita Al-Imamul Mahdi Ajallahu Farajahu Syarif. Karena kesyahidan Imam Husain bukanlah kesyahidan biasa, karena pribadi Al-Husain bukanlah pribadi yang biasa. Beliau adalah pribadi yang sangat terkecualikan di dalam dunia dan di antara makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. این حسین کیست؟ شناسنامه حسین چیه؟ کارت شناسایی امام حسین چیه؟ ما ببینیم این حسین کیه؟ ادعای بنده امشب این است که هیچ کارت شناسایی به هیچ شناسنامه ای به شرافت شناسنامه امام حسین علیه السلام در عالم پیدا نمیشه. هیچ پیغمبری، هیچ نبیکی، هیچ وسیکی، هیچ امامی، هیچ انسان شریفی
شناسنامه‌ای به شرافت شناسنامه امام حسین علیه السلام ندارد به این شناسنامه منحصر به فرد است. شما وقتی با کسی مواجه میشید، میخواید او رو بشناسید، از طریق شناسنامه وارد میشید. شناسنامه این شخص کیه و چیه؟ از این راه وارد میشید، شخص رو میشناسید. حسب او، نسب او، کس و کار او، برادر و خواهر او، پدر و مادر او، جد و آباء او، همه تو شناسنامه جمعه. عرض میکنم شناسنامه ای به شرافت شناسنامه امام حسین علیه السلام در عالم وجود ندارد و نخواهد داشت. هیچ پیغمبری، حتی رسول گرامی اسلام، چنین شناسنامه ای به درخشندگی شناسنامه حضرت ابا عبدالله حسین ندارد. و من اینو توضیح میدم. karena itulah kita perlu mengenal siapa Al-Husain. Kita perbaharui perkenalan kita kepada Al-Husain alaihi salam. Kita harus mengenal dengan benar siapa pribadi Al-Husain alaihi salam. Bagaimana KTP, kartu keluarga dan CV Al-Husain alaihi salam. Kalau kita ingin mengenal seseorang, maka tentu kita kenal KTP-nya, kita kenal CV-nya, kita kenal siapa keluarganya dan beberapa hal yang berhubungan dengannya. Pada malam ini saya mengklaim bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki CV lebih mulia daripada Al-Husain alaihi salam. Tidak ada pribadi siapapun di dunia yang pernah hidup di zaman dahulu dan akan hidup sampai hari kiamat, tidak ada yang menandingi kemuliaan CV Al-Husain alaihi salam. Syarafat شناسنامه برمیگردد به شرافت پدر و مادر اون شخصی که صاحب شناسنامه است، برمیگردد به شرافت جد و جده، برمیگردد به شرافت برادر و خواهر، به شرافت فرزندان، به شرافت دایی و عمو و خاله و عمه، به اینا برمیگرده. شرافت یک شناسنامه به اینها مربوط میشه و امام حسین همه این شرافت‌ها را در شناسنامه خودش جمع کرده، به این شناسنامه را منحصر به فرد کرده. جد و جدش کیا هستند؟ پیغمبر جد اوست، خدیجه کبرا جده اوست. اینا جزء ارکان زندگی امام حسین علیه السلام هست. تو شناسنامه امام حسین اسماشون هست، جدش رسول الله، جدش خدیجه کبرا. خدیجه کبرا خیلی با عظمته، ناشناخته است. ماها هنوز اون خانم را و اون عظمت را و اون بزرگی را، اون معرفتی که خدیجه کبرا داشته است و خدمتی که به اسلام کرده است و به پیغمبر اکرم کرده، ما هنوز خیلی نمیدونیم. فقط این اندازه به صورت خیلی سریع من میگذرم، بدونیم که حضرت خدیجه کبرا بسیار زن فاضله و با فضیلت و با عظمت بود. مادر فاطمه زهرا است. اینجور نیست که هر زنی بتواند مادر یک فرزند برومند تاریخی باشد. این باید رحم رحم پاکی باشد. اشهد انک کنت فی الاسلاب شامخه و الارحام المطهره. هر زنی شایستگی ندارد که مادر فاطمه زهرا باشد. خب این جد و جده. از طرف مادر، از طرف پدر چی؟ جد و جده. از طرف مادر، از اونجا شروع کنیم بیاییم پایین. از طرف پدر جدش ابو طالب است. ابو طالب در روایات ما دارد که او پیغمبر بوده و مأمور به اظهار رسالت خودش نبود. این جد پدری امام حسین. جد مادری امام حسین فاطمه بنت اسد سلام الله علیها، چه زن بزرگواری. فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین، چه زن بزرگواری.
پیغمبر را فاطمه بنت اسد بزرگ کرده، دایه پیغمبر بوده. پیغمبر هر وقت از خواب بیدار میشد رطب تازه توی بشقاب میگذاشت فاطمه بنت اسد، میگذاشت کنار رخت خواب پیغمبر و پیغمبر تا بیدار میشد میدید بله غذای حاضر و رطب تازه از درخت چیده فاطمه بنت اسد اونجا میگذاشت. پیغمبر دو نفر را مادر میدونسته برای خودش، یکی مادر تنی خودش و یکی فاطمه بنت اسد را مادر صدا میزده. این چه مقام بزرگی است؟ این چه شخصیتی است؟ این چه عظمتی است؟ این مادر امیرالمؤمنین است، این فاطمه بنت اسد است. پیغمبر فاطمه بنت اسد را محرم اسرار خودش میدونست، تمام رازهای خودش رو با فاطمه بنت اسد میگفت. پیغمبر برای فاطمه بنت اسد به تنهایی حدیث میگفت، به اون نقل میکرد، حدیث رو حفظ میکرد و نقل میکرد که من توضیحات باز عرض میکرد. Kalau kemuliaan seseorang diukur dengan CV yang dia miliki, dari kartu keluarga yang dia miliki, dari ayah, ibu, kakek, paman, bibi, dan beberapa orang yang berhubungan dengannya dari sisi keluarga dan nasab, maka tentu akan kita lihat bahwa keluarga Al-Husain, ayah Al-Husain, kakek Al-Husain, ibu Al-Husain, nenek Al-Husain, semuanya adalah pribadi-pribadi mulia. Kita lihat ayahnya adalah Ali bin Abi Thalib. Siapa yang tidak kenal Al-Imam Ali bin Abi Thalib? Kakeknya adalah Abu Thalib, yang di dalam riwayat kita para Imam Ahlul Bait alaihimussalam menyebutkan beliau bukan hanya seorang mukmin, tetapi bahkan beliau seorang nabi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya tanpa harus menyampaikan kepada yang lain. Abu Thalib adalah kakek daripada Al-Husain yang sangat mendukung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sejak kecil memelihara Rasulullah dan mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dari sisi ibunya, yaitu dari istri beliau, yaitu Fatimah binti Asad, nenek Al-Imamul Husain alaihissalam, juga adalah seorang wanita mulia, seorang wanita yang dicatat di dalam sejarah sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak pernah Rasulullah bangun dari tidurnya karena Rasulullah dipelihara oleh Abu Thalib dan Fatimah binti Asad. Tidak pernah Rasulullah bangun dari tidurnya di waktu pagi kecuali beliau telah mendapatkan beberapa butir kurma dan susu yang Fatimah binti Asad. Karena itulah Fatimah binti Asad, ibu Imam Ali alaihissalam, dipanggil oleh Rasulullah dengan panggilan ibu. Rasulullah memiliki dua ibu, ibu yang sebagai ibu kandung dan ibu yang juga adalah ibu beliau, yaitu Fatimah binti Asad. Bahkan Fatimah binti Asad dianggap oleh Rasulullah adalah orang yang bisa menjaga rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terkadang ada hadis tertentu yang hanya diriwayatkan oleh Fatimah binti Asad. Dia adalah bukan wanita biasa. Begitu juga dari sisi yang satunya, bahwa Imam Ali alaihissalam sebagai ayah beliau dan ibu beliau adalah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa yang tidak mengenal kepribadian dan kebesaran Fatimah, sebagaimana juga siapa yang tidak mengenal kepribadian dan kebesaran Khadijah Al-Kubra, seorang wanita pejuang Islam pertama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mungkin tidak terlalu dikenal dalam sejarah, tidak terlalu banyak dicatat dalam sejarah, tapi ketahuilah bahwa beliau adalah wanita mulia. Beliau tidak akan melahirkan orang seperti Sayyidah Fatimah kecuali beliau adalah mulia juga, sebagaimana kita baca dalam ziarah pada Imam Husain alaihissalam, wahai Husain, engkau telah dilahirkan di dunia melalui rahim-rahim suci, rahim-rahim yang memindahkan
nutfah air mani suci dari seorang ibu ke ibu yang lain, hingga lahirlah engkau ke atas muka bumi dunia ini. Hamin Fatimah binti Asad, ia waktu bah Peygamber مشغول صحبت کردن بودن پیغمبر حدیث میگفت احوال روز قیامت را برای فاطمه بنت اسد نقل میکرد. حضرت فرمود اکثر محشور شونده های روز قیامت اینا عریان محشور میشن. فاطمه بنت اسد یک زجه ای کشید، یه ناله ای سر داد و از پیغمبر خواست که یا رسول الله من از تو میخوام که تو موقعی که مردم یکی از پیراهنهای خودت رو کفن من قرار بدی و من از تو میخوام که از این پوشش برای کفن من استفاده بکنی تا پیغمبر در اثر این تا خداوند در اثر این پوششی که از لباسهای پیغمبر است در روز قیامت به من لطف کند و من مثل همه مثل اکثر مردم نباشم. این خیلی مهمه. پیغمبر اجابت فرمود و وقتی که فاطمه بنت اسد از دار دنیا رفت، خود رسول الله یکی از پوشش‌ها، یکی از پیراهن‌های تن خودش را به بدن فاطمه بنت اسد پوشان و به عنوان کفن یا بخشی از کفن از این پوشش استفاده کرد. این فاطمه بنت اسد جده امام حسین علیه السلام. Di antara hadis yang diriwayatkan dari Fatimah binti Asad, nenek al-Imamul Husain alaihi salam, beliau meriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan kepada beliau tentang kondisi manusia ketika dibangkitkan dari kubur mereka kelak di hari kiamat menuju akhirat, menuju padang mahsyar. Dijelaskan oleh Nabi bahwa setiap orang yang dibangkitkan dari kuburnya menuju padang mahsyar, mereka dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Maka Fatimah binti Asad di saat itu menangis, tersedu-sedu dan berada dalam kondisi kejiwaan yang sangat tidak berada dalam kondisi yang kondusif. Karena itu kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku memohon kepadamu sebuah permohonan. Kalau aku meninggal nanti, maka aku ingin mengambil berkah daripada baju atau kain yang pernah engkau pakai sebagai sebuah pakaian. Mudah-mudahan dengan pakaian itu Allah Subhanahu wa taala tidak membangkitkanku dalam keadaan telanjang kelak di hari kiamat. Dan kemudian Rasulullah menjanjikan hal itu, dan benar di saat Fatimah binti Asad meninggalkan dunia ini, Rasulullah memberikan pakaiannya untuk menjadi kain kafan Fatimah binti Asad atau sebagian dari kain kafan Fatimah binti Asad. این جده و جد امام حسین است. خود امام حسین و همینجور امام حسن یه وقتی با جد بزرگوارشون رسول الله مزاح میکردن. خطاب به اون بزرگوار عرض کردن یا جدا، میدونید که ما یه امتیازی داریم که شما اون امتیاز رو ندارید. ما، یعنی من و حسن، ما از یک ویژگی برخورداریم که شما اون ویژگی رو ندارید. رسول الله فرمودن که شما چه امتیازی دارید؟ تبسمی فرمودن، لبخندی زدن، فرمودن چه امتیازی شما دارید که من ندارم؟ اون دو بزرگوار به پیغمبر عرض کردن ما جدی مثل شما داریم ولی شما این جد رو ندارید. جد ما رسول الله هست، اما جد رسول الله کیه؟ هر که باشد دیگه خاتم الانبیا نیست، هر که باشد دیگه شخص اول همه ی عالم هستی نیست، عالم ممکنات نیست. یه چنین شخصیتی جد امام حسین است. وقت امتیاز و افتراقش را با امام حسن علیه السلام هم بیان می کنه. Seperti yang kita katakan tadi, terbukti bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki CV ataupun memiliki keluarga kakek nenek sebagaimana Al-Husain alaihissalam. Tidak ada seorang pun yang mendapat kemuliaan seperti Al-Husain alaihissalam, sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan ini yang disampaikan oleh Al-Hasan dan Al-Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada beliau, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di mana kedua cucu ini mengatakan kepada Nabi, "Wahai kakekku, aku adalah lebih mulia dari engkau." Maka Rasulullah bertanya, "Bagaimana bisa demikian?" "Karena aku memiliki kakek yang jauh lebih mulia daripada engkau memiliki kakek. Aku memiliki kakek dan nenek yang engkau tidak memiliki kakek dan nenek." Seperti itu. Kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kakek Al-Husain adalah seorang pribadi yang tentu tidak bisa ada tandingannya sebagai pamungkas para nabi, sebagai manusia termulia sepanjang sejarah. Siapapun kakek Rasulullah, maka tentu tidak bisa dibandingkan dengan kakek Al-Husain alaihi salam. Pedar wa madar Imam Husain, pedarish Amirul Mu'minin Ali alaihi salatu wassalam hast ke shohre jahani darad. کافر و مسلم امیر المؤمنین رو میشناسن، همه به عنوان یک انسان برجسته، به عنوان یک انسان ممتاز و به عنوان انسان خدایی اون رو میشناسن. دیگه در توصیف امیر المؤمنین هرچه من اینجا بگم کم گفتم و فرصتی باقی نیست، باید با اشاره رد شد. امیر المؤمنین علی علیه السلام معصوم و حجت خدا و خلیفه بلافصل رسول الله، که این ایام ایامی بود که ما عید قدیر سال روز امامت اون بزرگوار را و سال روز خلافت بلافصلی اون بزرگوار را از پیغمبر اکرم جشن گرفتیم و همه میدونیم. مادر اون بزرگوار فاطمه زهرا سلام الله علیها، که درباره فاطمه زهرا هم من همینجا به شما عرض بکنم که از نظر شرافت در نسب، فاطمه زهرا منحصر به فرد است. یعنی همین ویژگی هایی که برای امام حسین میگیم برای تنها شخصیت زن در میان عالم هستی، این ویژگی ها برای فاطمه زهرا هم هست. یعنی شما هیچ زنی را با درخشندگی شرافت در نسب به اندازه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پیدا نمی کنید. همه زنهای عالم در مقابل اون شرافتی که از نظر سجلی و شناسنامه‌ای حضرت فاطمه زهرا دارند کمترند و همه باید بیان پیش ایشون واقعا تواضع بکنند و خضوع بکنند. مادر اون بزرگوار صدیقه کبراست سلام الله علیها، که رسول گرامی اسلام هر لحظه می‌فرمودند من بوی بهشت را از سینه دخترم فاطمه استشمام می‌کنم. اگر پیغمبر معصوم است و کلام او کلام خداست، اگر کلام پیغمبر چیزی جز وحی الهی نیست، ما باید راحت بپذیریم که فاطمه زهرا یک زن بهشتی است، انسیه حورا است و یک جرقه است و یک نوری است در عالم تاریک این ماده، که به عنوان الگو و مقتدای ما مردان و زنان قرار گرفته، که توضیح در این باره زیاد است، فرصت کم است و اینجا رد می شود. محشور شود بعد اندن کمولیان کاکه دن ننه الحسین علیه السلام، بلی جوگا ایه دن ایبو الحسین، امام علی دن سیده فاطمه الزهراء علیه السلام. Siapa yang tidak mengenal mereka berdua? Kita tidak mungkin akan menyebutkan tentang keagungan mereka berdua. Imam Ali adalah sebagai pribadi maksum, pribadi khalifah Allah, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imam pertama yang diangkat oleh Rasulullah, yang baru saja kita peringati hari ulang tahun pengangkatannya, itu pada hari Al-Qadir. Beliau yang disebut sebagai seorang yang tidak diragukan di antara kaum muslimin, dan bahkan selain muslim pun mengakui keagungan beliau. Dan begitu juga Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, seorang wanita termulia yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkali-kali mengatakan bahwa
aku selalu mencium bau surga dari Fatimah. الآن انكسر ذهنی. الان این کلمه الان از معصوم صادر شده. این معنا داره. همینجوری صحبت نکرده. الان کمرم شکست. اون موقعی که ضربت به فرق امیرالمؤمنین زدن این حرف رو نفهمید. اون موقعی که مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها بین در و دیوار قرار گرفت این حرف رو نفهمید. اون موقعی که پاره‌های جگر امام مجتبا را در میان تش دید نفرمود، اونم برادر بود، ولی چه جایگاهی حضرت ابوالفضل العباس برای عاشورا و برای کربلا و برای امام حسین دارد که می‌فرماید الان انکسر ذهن. الان یعنی در این لحظه که من تو رو می‌بینم، اینجا دیگه کمرم شکست. به این اعلام شکست از امام حسین، یعنی من شکست خوردم دیگه از جهت ظاهری، دیگه عده و عده‌ای برام باقی نمون. این برادر هست، این چی بوده این حضرت ابوالفضل العباس که امام حسین، امام حسینی که همه خوبهای عالم باید فداش بشن، کمر همه خوبهای عالم باید برای امام حسین بشکند، یه چنین امام حسینی خطاب میکند برادر کمرم شکست، الان کمرم شکست. بگید جوگه صدره الحسین علیه السلام، یتو الامام الحسن المصطفی علیه السلام، adalah seorang pribadi mulia, seorang cucu Rasulullah yang dikenal dengan akhlak dan kemuliaannya, yang dikenal dengan keikhlasan dan kedermawanannya. Karena kepribadian dan kewibawaannya, maka masyarakat di zamannya sangat menghormati beliau, bahkan terkadang lebih penghormatannya kepada beliau daripada kepada ayahnya, Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Itulah saudara Al-Husain. Dan saudara yang lain adalah Abu'l-Fadl Abbas. Kita tahu siapa Abu'l-Fadl Abbas. Adalah saudara Al-Husain yang sangat tulus, yang memperjuangkan Al-Husain, yang menjaga diri Al-Husain, yang menjaga agar tidak ada satu anak panah pun yang mengena tubuh Al-Husain alaihi salam. Seorang pribadi mulia dan saudara yang sangat menjaga saudaranya, adiknya, kakaknya Al-Husain, yang telah dipersiapkan oleh Imam Ali alaihi salam. Kita mengenal dan kita akan tahu betapa besarnya pengorbanan Abu'l-Fadl Abbas, sehingga Al-Husain alaihi salam di saat gugurnya Abu'l-Fadl Abbas di padang Karbala, di saat itu beliau mengatakan al-an inkasara dhahri, saat inilah, detik inilah telah patah tulang punggungku. Ucapan ini adalah ucapan yang diungkapkan Imam Husain, tidak diungkapkan pada kondisi yang lain. Beliau tidak mengatakan itu di saat kepala suci Imam Ali alaihissalam ditebas oleh pedang Abdurrahman ibn Muljam. Tidak pula Imam Husain mengatakan di saat saudaranya Al-Hasan diminumi racun dan kemudian racun merasuk ke dalam seluruh tubuhnya. Dan juga tidak pernah mengatakan itu di saat ibunya Sayyidah Fatimah Az-Zahra menemui berbagai kesulitan dan sehingga menemui kesyahidan dan kewafatannya. Tetapi Imam Husain alaihissalam mengatakan itu, dan ini adalah seorang maksum, pribadi imam yang tidak mengenal basa-basi. Berarti memang benar bahwa Abu'l-Fadl Abbas adalah penolong Al-Husain yang dengannya kemudian Al-Husain mengatakan bahwa saat ini secara lahiriah maka aku telah kalah, aku tidak lagi memiliki punggung. Punggung siapa yang tidak bisa dikorbankan demi Al-Husain alaihi salam, yang semua manusia bahkan para nabi seperti yang kita sebutkan tadi adalah layak untuk berkorban demi Al-Husain alaihi salam. Khaharash Zainab Kubra ام کلثوم است، چه مقامی دارن؟ خود امام حسین علیه السلام راجع به حضرت زینب فرمود انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. خواهرم زینب تو بحمد الله عالمه ای
درس نخوانده عالم بدون اینکه کسی به تو بیاموزد یاد گرفتی، بدون اینکه کسی تفهیم کند خودت میفهمی. علم تو علم لدن نیست. این حرف بوی عصمت داره. کسی که یک چنین مقامی داشته باشد که امام حسین درباره او بگه عالمتون غیر معلمه، اصلا ستون فقرات عصمت علمه. اگه یک علم لدنی کسی داشته باشد، این دیگه برای معصوم بودن هیچ کاری نداره. و امام حسین که حجت خداست در مورد خواهرش فرمود انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه. این زینب یه وقتی بعد از جریانات شهادت حضرت ابا عبدالله حسین خواب دید. این خواب رو هم عرض بکنم، همینجا به ذهنم رسید، رزق و روزی شما عرض میکنم و ارتباط هم داره با شخصیت بی بی. خواب دید که همه آمدن ازش تشکر کرد، پیغمبر آمد ازش تشکر کرد، آفرین بر تو دخترم، خوب حسین رو حمایت کرد. فاطمه زهرا صدیقه کبرا آمد از حضرت زینب تشکر کرد، آفرین بر تو، خوب حمایت کردی، خوب منزل به منزل کاروان را همراهی کردی. کارو هم کردی. به همین جور امام مجتبی و دیگران آمدن در عالم خواب از اون بی بی تشکر کردند که چقدر خوب به وظیفه خودت و به اون رسالت الهی خودت عمل کردی و خوب از فرصت استفاده کردی. سفره بسیار پر ناز و نعمت شهادت و اسارت برای خدا پهن بود و تو هیچ فروگذار نکردی و از این سفره خوب استفاده کردی. لحظه های عمر تو در سر این سفره برکت کرد. بی بی زینب کبری میگه من همینجور که میدیدم اینا از من تشکر میکنن، چشمم رو به حسین دوخته بودم ببینم حسین چه میکنه. دیدم حسین سر رو رو زانو گذاشته و هیچ التفاتی به من نمی کنه. متوسل شدم به مادرم فاطمه زهرا، خودم رو انداختم تو دامن مادرم، عرضه داشتم مادر من که کمکاری نکردم، من که کوتاهی نکردم، من که تقصیری نکردم، چرا برادرم امام حسین به من التفاتی نمی‌کنه؟ چرا سرش رو گذاشته روزانوش به من توجه نمی‌کنه؟ اینجا بود که مادرم فاطمه زهرا فرمود حسین عزیز چرا به خواهرتون توجه نمی‌کنی؟ چرا به خواهرتون التفات نمی‌کنی؟ آقا عبدالله سر رو از روی زانو برداشتن، عرضه داشتن مادر من از روی خواهرم خجالت میکشم. من از روی خواهرم خجالت میکشم، این خواهرم خیلی برا من زحمت کشید، اسارت کشید، به کارهای زیادی انجام داد. این مقام و مرتبت زینب است. چنین خواهری که اسم او همه دنیا رو پر کرده، رشادت او، جوانمردی او، گذشت او، این هم خواهر امام حسین است. این تو شناسنامه امام حسین ثبت و درج است و ملاحظه بود. Begitu juga Al-Husain alaihi salam memiliki saudara perempuan Zainab dan Ummu Kulsum. Dua wanita ini juga adalah wanita yang sangat mulia, berkepribadian sangat mulia. Sayyidah Fatimah, Sayyidah Zainab adalah seorang wanita yang Al-Husain sendiri mengatakan, wahai saudariku, alhamdulillah
engkau adalah seorang wanita yang alimah, tapi engkau tidak pernah belajar. Engkau yang mendapatkan ilmu tanpa harus belajar. Engkau yang mendapatkan ilmu laduni, ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah kita akan mencium dari kalimat ini bahwa beliau juga adalah seorang pribadi maksum. Karena rukun kemaksuman adalah ilmu. Bagaimana orang tidak maksum ketika dia telah memiliki ilmu sempurna, ilmu yang didapatkan secara sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidah Zainab alaihissalam adalah pribadi yang sangat mulia, yang juga berkorban segalanya pada Al-Husain dan pada hari Asyura. Saya mengingat bahwa ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Sayyidah Zainab alaihissalam suatu malam bermimpi dalam tidurnya. Dalam tidurnya itu Sayyidah Zainab menyaksikan bahwa banyak yang datang menemui beliau, kakeknya Rasulullah, ibunya Sayyidah Fatimah, dan ayahnya Imam Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan dan Al-Husain. Semuanya datang kepada Sayyidah Zainab, semuanya mengucapkan terima kasih kepada Sayyidah Zainab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Wahai cucuku Zainab, ku ucapkan terima kasih kepadamu atas segala penderitaan yang telah engkau terima, atas segala perjuangan yang telah engkau lakukan, atas segala perkhidmatan yang telah engkau lakukan untuk cucuku Al-Husain." Sayyidah Fatimah juga mengatakan hal yang sama, "Wahai putriku Zainab, ku ucapkan selamat padamu, ku ucapkan engkau adalah wanita yang penuh dengan berkah, engkau adalah wanita yang telah dibentangkan di hadapanmu keberkahan syahadah, keberkahan bersama saudaramu Al-Husain." Dan semua mengucapkan terima kasih kepada beliau, kecuali kata Sayyidah Zainab, "Di dalam mimpi itu aku lihat Al-Husain tidak berucap apa-apa. Al-Husain saudaraku hanya menundukkan kepalanya ke tanah, dia tidak menatap wajahku. Di saat itu aku sedih, aku bertanya-tanya mengapa Al-Husain tidak mengucapkan terima kasih kepada aku dan tidak memandangku sekalipun. Maka di saat itu aku datang kepada ibuku Fatimah, aku duduk di pangkuannya, aku mendekapnya dan aku mencium lututnya. Aku mengatakan kepadanya, 'Wahai ibuku, mengapa saudaraku Al-Husain tidak menatap wajahku? Apa adakah kekurangan yang telah aku lakukan di padang Karbala? Adakah hal-hal yang tidak merelai dia di padang Karbala sehingga dia tidak rela untuk menatap wajahku pada saat semua menatapku dan semua mengucapkan terima kasih kepadaku?'" Di saat itu katanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam datang menemui Al-Husain dan mengatakan kepadanya, "Wahai anakku Al-Husain, mengapa engkau tidak tatapkan wajahmu kepada Zainab dan ucapkan terima kasih kepadanya? Mengapa engkau menundukkan kepalamu ke tanah?" Al-Husain saat itu mengatakan pada ibunya, "Wahai ibuku Fatimah, wahai ibuku tercinta, aku tidak bisa untuk mengangkat kepalaku. Aku tidak bisa mengangkat kepalaku menatap saudariku Zainab. Aku sangat malu kepadanya. Sungguh dia telah berjuang mati-matian demi aku. Sungguh dia telah mendapatkan berbagai derita di padang Karbala. Sungguh kemudian menjadi pemimpin tawanan dan dia mendapatkan berbagai musibah hanya karena aku. Bagaimana mungkin padanya." عموی امام حسین جعفر طیار چقدر بزرگ با کسانی که میخوان بهش به درجات بلندی برسن باید به مقام جعفر طیار اون شهید بزرگوار قفته بخورن. عموی بزرگترش حمزه سید الشهدا، خداوند خودش حمزه را شیر خودش خوند، اسدالله، که لقب سید الشهدا هم اول مال حضرت حمزه بود، بعد دیگه امام حسین که آمد این لقب اختصاص به حضرت ابو عبدالله پیدا کرد. پیدا حمزه سید الشهدا، عموی پیغمبر، جعفر طیار. در این باره ها صحبت زیاد است، من نمیدونم چی عرض بکنم.
خب اینها که گفتیم همش امام حسن مجتبی هم همین شناسنامه رو دارد. امام حسن مجتبی هم تا اینجا این کارت شناسایی رو دارد. اما امتیاز امام حسین عزیزان به فرزندان هم هست. فرزندان رو شما نگاه بکنید توی شناسنامه ها اسم فرزندان رو هم می‌نویسند. فرزندان امام حسین معصومین سلام الله علیهم اجمعین که فرزند نهم اون بزرگوار با مراتب حضرت مهدی سلام الله علیه هست که خدا جهان را به وسیله اون بزرگوار پر از عدل و داد می کند و حضرت مهدی با عمر طولانی خودش لذت بندگی را به بندگان خدا می چشاند. این شناسنامه امام حسین، این مشخصات شناسایی امام حسین اگر می‌خوایم بشناسیم، ببینید شما زیر این آسمان در میان سلسله جلیله انبیا، اوصیا، اولیا یک شخصیتی را اینجوری پیدا می‌کنید؟ یه چنین وضعی داشته باشد از جهت شناسنامه و کارت شناسایی؟ در عالم چنین کسی پیدا نمیشه. عرض کردم خود رسول الله با همه مقامات معنوی و بزرگواریش یه چنین شناسنامه‌ای نداره. بگیده جوگه الحسین ممیلکی پامن پامن پیبادی مولیه ایتو جعفر الطیار سموه پرا شهده مرسا ایری kepada Ja'far At-Tayyar yang mendapatkan kedudukan sangat tinggi di surga sebagai kesaksian dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau juga memiliki paman bernama Hamzah. Hamzah juga adalah seorang singa padang pasir yang selalu melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan beliau juga gugur di padang di peperangan Badar, dan beliau dijuluki dengan Sayyidus Syuhada, pemimpin para syuhada yang pada zaman Imam Hussein dan selanjutnya kemudian gelar itu berpindah kepada Imam Hussein alaihi salam. Itu semua adalah kemuliaan Al-Hussein dari sisi nasab beliau, dari sisi saudara, paman, kakek, nenek, ayah, ibu, dari semua sisinya. Dan apa kemuliaan beliau dengan Imam Hasan alaihi salam, maka beliau pun juga lebih mulia dari Imam Hasan dari sisi putra-putri beliau. Imam Hasan tidak memiliki putra-putra yang menjadi imam, tapi Imam Hussein alaihi salam memiliki putra yang menjadi imam, dan dari keturunan beliaulah para imam suci Ahlul Bait hingga yang kesembilan, yaitu Al-Imamul Mahdi Al-Muntazhar yang akan dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi dunia dengan keadilan, dan disitulah setiap manusia akan merasakan lezatnya beribadah, lezatnya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa yang telah kita sebutkan, coba kita cari, bisakah kita menemukan pribadi lain setiap makhluk manusia yang hidup di atas muka bumi, di bawah kolong langit ini, adakah yang lebih mulia dari Al-Hussein alaihi salam? Baik dia seorang nabi atau seorang wasi atau para wali, semuanya tidak akan kita temui semulia Imam Hussein alaihi salam. یک جمله دیگه هم عرض بکنم از شناسنامه امام حسین، همین ذکر مصیبت هم باشد. و اون همسر امام حسین، همسران امام حسین چقدر حق و حقوق زیادی بر ما دارن. حضرت رباب سلام الله علیها چقدر با وفا، چقدر با معرفت، چقدر با عظمت. خود امام حسین علیه السلام درباره این خانم فرمود و اینی لأحب و دارن تحل بها از سکینت و ربا، خانه ای که در آن خانه اسم سکینه و ربا باشد، من همه اهل اون خانه را دوست دارم. چقدر اظهار علاقه میکرد امام حسین به همسرش حضرت ربا. میامدن به امام حسین میگفتن آقا به این در میان عرب این رسم نیست، این معمول نیست که مردی اینقدر اظهار علاقه به همسرش بکنه. امام حسین میگفت اگر میخواید منو نکوهش بکنید، اگر میخواید سرزنش بکنید بکنید، ولی من اعلام میکنم
که این همسرم چنین است و من او رو دوست می‌دارم. شعری منسوب به امام حسین هست در این زمینه که ایشون می‌فرماید بله من در مقابل نکوهش نکوهندگان هم کاری به این ندارم ولی اظهار علاقه می‌کنم. اظهار علاقه می‌کنم. این چقدر مهم است که حجت خدا نسبت به این زن اینجور اظهار محبت و علاقه. حجت خدا حسین است. حسینی که همه خوبهای عالم باید او رو دوست داشته باشه. حسینی که همه خوبهای عالم باید او رو دوست داشته باشن، این حسین میگه من رباب رو دوست دارم. یعنی چی؟ این چه معرفتی به چه گوهری در رباب دیده؟ این چه عظمتی در رباب دیده؟ به این رباب بعد از شهادت امام حسین نشون داد که چه معرفتی داشت، چه ولایتی داشت، چه عظمتی داشت. عظمت. Kemuliaan terakhir yang dimiliki Al-Husain yang ingin saya sebutkan adalah bahwa beliau juga memiliki seorang istri yang sangat mulia, yaitu Rubab di antara istri-istri beliau yang lain. Rubab adalah seorang wanita yang Imam Husain alaihissalam jelas-jelas mengatakan bahwa aku sangat mencintai rumah yang di dalamnya terdapat Rubab dan Sukainah. Imam Husain seringkali mengungkapkan kecintaannya pada Rubab istrinya, padahal di zaman itu adalah tidak biasa seorang Arab mengucapkan kata cinta pada istrinya di hadapan khalayak ramai. Dan bahkan di antara yang hadir mengatakan pada Imam Husain, wahai Husain, ini adalah sebuah kehinaan ketika seorang laki-laki mengatakan kata cinta pada istrinya di hadapan orang banyak. Maka Al-Husain mengatakan, aku tidak peduli apa kata orang tentang aku. Aku tidak peduli tentang apa yang kau katakan. Tetapi ketahuilah bahwa aku mencintai istriku Rubab. Rubab tentu karena kemuliaan beliau, karena keagungan beliau, karena makrifah beliau yang sangat tinggi yang bersama Al-Husain di Padang Karbala. Sehingga Al-Husain mengucapkan demikian. Al-Husain seorang pribadi mulia, seorang imam yang tidak basa-basi dan tidak mengucapkan tutur kata kecuali memiliki makna. Al-Husain yang harus dicintai oleh semua makhluk, tapi dia mengproklamirkan kecintaannya pada Rubab. Maka tentu di sana kita bisa memahami betapa Rubab adalah seorang wanita yang sangat mulia. In Rubab بعد از شهادت امام حسین آرام نداشت، قرار نداشت. خب علی اصغرش رو از دست داده بود، جوانان بنی هاشم رو از دست داده بود، منزلتی که این شیرزنان در کربلا داشتن، در میان بنی هاشم داشتن، منزلت خیلی بالایی بود. اونقدر قرار خودش رو از دست داده بود که وقتی قافله اسرا را از اون سفر برگردوندن برای زیارت عبور مطهر شهدا به کربلا برگردوندن، این حضرت رباب آمد کنار قبر امام حسین علیه السلام، اونجا نشست و گفت دیگه من بر نمیگردم، من اینجا میمانم کنار قبر حسین. هر چه میکردن از زیر آفتاب بیرون نمیرفت، به سایه خودش رو نمیرسوند. تشنگی های شدید رو تحمل میکرد. میگفت من خودم دیدم آتش حسین رو. تشنگی ها رو تحمل میکرد، به سایه نمیرفت، زیر آفتاب یک سال تمام رباب زیر آفتاب در کنار قبر سید الشهدا ماند. کجایم کربدائی ها تا بفهمن این عظمت و این قداست چقدر بالاست؟ شما وقتی زائر کربلاتون میره کربلا و برمیگرده میاد، چقدر براش چاوشی میکشی؟ چقدر براش گوسفند میکشی؟ چقدر نقل و نبات پخش میکنی؟ چقدر میای چشماشو میبوسی؟ میگید رفتی اونجا حرم سید و شهدا رو زیارت کردی؟ حرم سید و شهدا الان یعنی چی؟ یعنی یک جای بسیار سرد و خنک و البته باصفا
و البته جایی که دعا مستجاب می شود، البته جای نورانی و با معنویت، ولی آدم راحت است، خنک است. شما به این زائرتون میگید کربلایی، و وقت بیاید ببینید رباب چه جور کربلایی. یک سال تمام زیر آفتاب داغ سایه قبول نمی کرد و می گفت حسین و حسین من تشنه بود. این رباب. و وقت چطور میشه که علی اصغر این رباب باب الهوائج نباشه؟ این چه قداستیست؟ این چه اضطراریست؟ این چه انقطاعیست که این خانم پیدا کرده که اینجور آفتاب رو قبول میکند، اینجور تشنگی رو قبول میکند و اون وقت میخواید این علی اصغرش باب الهوائج نباشد؟ السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Rubab adalah seorang wanita yang di Padang Karbala setelah gugurnya Al-Husain alaihi salam. Dia tidak lagi berada dalam kondisi tenang. Dia tidak bisa lagi menjaga kestabilan dirinya. Dia terus menangis dan dia terus memeluki jasad Al-Husain alaihi salam. Di saat para tawanan telah diberangkatkan dari Padang Karbala dan kemudian kembali ke kuburan Al-Husain, ke pusara Al-Husain, Rubab merebahkan tubuhnya di pusara Al-Husain dan dia mengatakan, wahai Husain, dari saat ini aku tidak akan kembali lagi ke Madinah, aku akan bersamamu terus di tempat ini. Dan di saat itu sejarah mencatat bahwa Rubab tidak meninggalkan pusara Al-Husain. Dia berada di bawah terik panas matahari berhari-hari dan tanpa meminum seteguk air pun. Di saat ditawarkan kepadanya air minum, dia mengatakan, aku melihat dengan mataku sendiri Al-Husain dalam kehausan. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri Al-Husain meminta air namun tidak ada yang memberi air padanya. Dia menyiapkan tubuhnya di panas terik matahari berhari-hari. Sejarah juga mencatat bahkan selama satu tahun dia berada di pusara Al-Husain di bawah terik panas matahari dan tidak mau berteduh. Itulah Rubab, seorang yang alumni Karbala sejati. Kita lihat seorang yang datang ke ziarah Karbala hari ini, Karbala yang merupakan tempat pusara Al-Husain yang berada dalam tempat yang sangat dingin, tempat yang teduh, tetapi setiap orang yang datang dari Karbala, kita hormati dia, kita cium dia, kita minta doa darinya. Dan bagaimana Rubab yang merebahkan tubuhnya di panas terik matahari di hari itu? Bagaimana Rubab yang telah juga mengorbankan anaknya Ali Asghar yang masih dalam kondisi bayi? Bagaimana Rubab yang juga telah mengorbankan putra-putranya yang lain, keponakan-keponakannya yang lain di Padang Karbala? Maka wajarlah kemudian Rubab dan Ali Asghar disebut sebagai pintu penerima hajat, pintu di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan hajat-hajat kita dengan bertawassul kepadanya. ناولیني ببلدي الصغير حتى أودعها خواهرم زينب تنها سرباز خرد سالم را بيار ميخوام باش خدا حافظي کنم. آورد
این سرباز خردسال را در برابر دشمن فرمود اگر به زعم شما من گناهکارم این بچه شش ماهه که گناهی ندارد جرعه آبی بدید به لبهای علی برسانم حرمله با تیر سشابه زیر گلوی علی را نشانه گرفت گوش تا گوش علی پاره شد آقا با عبدالله دست برد زیر گلوی علی اونا را گرفت به آسمان پاشید راوی میگه به خدا قسم هیچ قطره ای از قطرات خون بر نگشت امام حسین عرضه داشت خدا این قربانی از ناقه صالح کمتر نیست این قربانی از آل رسول قبول از قرایر زعتش تشنه و بیتاب شدی به روی دست پدر خوب تو سیراب شدی شمر اگر شمنم رحمی به دل بیتابت کرد نوک تیر ستمه حرمله سیرابت کرد علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون ایلا kita berdoa dengan bertawassul kepada Babul Hawa'ij Ali Ashar Ali Ashar di mana Imam Hussein alaihissalam mengatakan pada saudarinya Zainab di padang Karbala wahai saudariku Zainab kemarilah bawalah Ali Ashar anakku dan di saat itu Imam Hussein alaihissalam mengangkat putranya Ali Ashar yang masih bayi dia mengatakan wahai musuh wahai orang-orang yang masih punya hati kalau engkau menganggap aku bersalah aku berdosa karena menyerang kalian maka anak kecil ini bayi ini apakah dosanya apa dosa yang telah dilakukan oleh bayi yang kecil ini maka berilah dia seteguk air karena dia telah berhari-hari tidak merasakan air pada tenggorokannya maka bukan air yang diberikan oleh musuh hamalah kemudian melesatkan anak panah yang bermata tiga dan tetap dan langsung menancap ke leher bayi Ali Ashar di saat itulah memuncrat darah segar dari leher Ali Ashar dan diambil oleh Al-Husain alaihissalam Al-Husain kemudian menemparkan darah tersebut ke langit perawi mengatakan bahwa demi Allah aku tidak melihat ada darah yang turun lagi ke bumi itulah yang dikorbankan oleh keluarga Rasulullah itulah yang dikorbankan oleh Al-Husain kita pun juga mengatakan wahai Husain unta Nabi Saleh tidaklah lebih mulia daripada darah anakmu yang suci anakmu Ali Ashar kami bertawassul kepada Allah dengan anakmu Ali Ashar semoga Allah menerima segala apa yang telah kita lakukan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma inna nas'aluka wa nad'uk باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق محمد وآله يا الله 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 يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اجل وليك الفرج
والعافية والنصر اللهم زين الأرض بطول دقائها الشريف اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره اللهم اجعل عواقب أمورنا به خيرا اللهم أصلح به أمر آخرتنا ودنيانا وانصرنا به على من عادانا واقض به حوائجنا واشف به مرضانا اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات وإنك غافر الخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين رحم الله فراموش نکنم برای ارواح برای شادی ارواح مؤمنین و مؤمنات روح مطهر امام راحل مراجع مازین علما و بزرگان حقداران این جمع مخصوصا روح والد معظم برادر گرانقدرمان حضرت حجت الاسلام و المسلمین آجای حکیم الهی برای شادی اموات خودتون و روح پدر بزرگواریشون همه با هم رحم الله لمن قرأ الفاتحة مع الصلوات